به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و وقت شما بیننده های عزیز بخیر. انشالله که جور صحتمند و سرحال باشین هر کجایی که هستین. انشالله که خوش و سرحال لبهای خندان داشته باشین. بازم خوش هستم که من فرشته زمین در خدمت شما خوبان قرار دارم و باز هم آمدیم که یک گزارش جالب و دیدنی تقدیمتان بکنم. امروز هم یک خبر خوش دارم. خبر خوشی که واقعا شما را خوش میسازه و واضح است که تمام هموطن عزیز چی در داخل و چی خارج کشور زندگی میکنن و حضور دارن از این خبر خوش میشن. از آبادی کشور طبعا که هر هموطن عزیز خوش میشه، افتخار میکنه. ما هم به می افتخار آمدیم که به تصویر بکشانم و این خوش خبری را برتان بتم که در ساحه مندوی نخستین و بزرگترین مارکت بازسازی میشه و اعمار میشه به سطح اروپا. یک مارکت بسیار بزرگ، یک مارکت بسیار قشنگ، ای که گنجایش چقدر دکان ها را داره، چی ویژگی داره. با مسئولش صحبت ها را ادامه میدیم و صحبت ها میداشته باشیم در رابطه با این مارکت. انشالله که تا پایان برنامه مرهم را باشیم. گران لیدونکو او گران هیوادوالو څنګه مې چې په پایل کې یادونه وکړه چې د دې پروژې د دې مارکیټ دا غټ مارکیټ چې جوړیږي د دې پروژې او د مارکیټ په اړه به د دې مسؤل سره خبرې اترې ولرم. د دې پروژې په اړه به پوره معلومات ترلاسه کړم. انشاءالله چې تر پای را سره مل اوسئ. سلامونه، وخت مو په خیر. مننه، خیر سه. زه بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم د انجینر اسدالله پایز د عمر د پروژې دلته وظیفه اجرا کوم. هم انجینر یم، عمر د پروژې. بله و هم انجینر یم، عمر د پروژې. نو دا مارکیټ د رخپروشي ملت په نامه ده او منظور سوی د شارولی ده. شارولی لخوا ده په مساحت د 4200 متر مربع سي تقریبا 15 بلاک لري او 4 بلاک تقریبا 8% 9% کار تکمیل ده. نو تاسو وګورئ وی وینئ په کاري جریان لري او یو بلاک سي پاتې ده دغه تقریبا 9% کار مخکې تللی او 10% کار باقی پاتې ده. 9% مخکې تللی، 10% پاتې ده. د 10% به څه وخت تکمیل شي؟ دغه 10% تقریبا 40 ورځې تر 25 ورځو وخت نیسي. یعنی 15 ورځ وروسته به دا مارکیټ افتتاح شي؟ نو باید له اختره دا څلور جنډه خو د پنجشنبې ته موږ د مکمله رنګ تکمیلیږي، ساکت او سیوچ دام تکمیلیږي، هغه یو سولر پاتې کېږي، پورته بام باندې سولر هم نصبوو. نو سولر لري، اطفایه سیستم هم لري. نو دا څلور جاینټه دي موږ پنجشنبې ته تقریبا 100% کېږي. هغه یو جاینټ چې پاتې ده هغه نو باید له اختره د 40 ورځې 25 ورځې دربار نیسي چې هغه هم تکمیلیږي. ډېر ښه، سلامت اوسئ، کور مو ودان. ښه انجینیر صاحب، راته ووایاست چې څومره کارکوونکي دلته، انجینیران په ټوله کې کارکوونکي دلته مصروف دي او څومره بودیجه نظر کې نیول شوې ده؟ تقریبا 2.5 تر 3 میلیونو ډالر پورې مصارف راغلی پی او 2.5 سوه پورې دلته کارګر دي کار کوي او د شارولي لخوا د کنټرول ساختمانو لخوا د نایې لخوا دلته راځي نظارت لپاره. هغه نقشې چې موږ ته منظور کړي دي مطابق د نقشې، مطابق د هغه ډیزاین، د هغه نورم موږ مخکې تللي یو. ډېر ښه، سلامت اوسئ انجینیر صاحب. یعنی دا نقشه د چا مفکوره وه او څوک حمایت کوي او همدارنګه لږ څه ناڅه تاسو خو معلومات راکړه په کوم سطحه جوړیږي؟ دا نقشه د موږ خپل انجینر صاحبانو د اندغه جی د ریاست مجوز لخوا ډیزاین شوې ده، طرحه شوې ده. هغه نورمونه چې په نظر کې نیول شوي ما مخکې تاسو ته یادوري وکړه چې سولاري برق لرو 24 ساعته او د اطفایه سیستم لرو
دا ټول په نظر کې نیول سوی دي نو لکایفیت له استاندارد کې دوه ټول مجاز ده مجازد بله بله هر لحاظه تکمیل لحاظه تکمیل مجازه ده سلامت اوسې انجینر صاحب نږدې نه به وګورو د دوکانونو چې څومره اندازه لري او نور څه ویجاګی لري نږدې نه به موږ ته معلومات راکړي صحیح ده تاسو به وګورئ به وینئ هر دوکان په مساحت د 12 مترو مربع 15 مترو تغییر او تبدیل دي بعض زیاتره په یو اندازه دي کوم دوکانونه چې دي لوی هم دي 6 متر مربع مساحت لري نو په 400 دوکانه مکمله دوه درې منزله د یو منزل کته تکوي ده دوه منزله پورته له ځمکې له ساتنه ده تقریبا 400 دوکانه دي ډېر ښه 400 بله بله 400 دوکانه دي په مارکیټ کې ماشاءالله ماشاءالله څو طبقه لري؟ دا درې طبقې ده له یو بیسمنټ د تکوي ده او دوه چته نور دي تکوي په سر له خپل تکوي سره درې چته کېږي درې طبقه ده او سالور سواتیا دوکان دی پکې ماشاءالله او یو جماعت موږ په نظر کې نیولې په مساحت دی 200 متر مربع دی او د 100 جوین لري او نور خپل جماعت ده د اندغه مارکیټ له هغه نه د څومره سي دوکانداران دي دلته گنجایش لري خپل مسجد کې منځل پاره وو منځدا کې ډیر خو ماشاءالله سلامت اوسې مغه جماعت به هم وګورو او دوکانونه به هم نږدې نو بخي سيد تاسو کتلې سي سي وګرځي د جماعت مو ګورې دوکانونه مو ګورې مګه په خدمت کې سلامت اوسې ماشاءالله انجینر صاحب غټ غټ دوکانونه لري کلک معلومات را کښې څومره مساحت دی بله مننه خورې داسې داسې دغه دوکان تاسو وینئ مساحت یې دغه د لوی ده تقریبا 14 متره مربع راځي نو ټول دوکانونه دا 4 جنډې چې دي په دې کې ډېر لوی دوکانونه هم لرو او واړه هم لرو نو سرامیک هم دغه کار سوي دي مکمله ګروپونه او شیټونه او ساکتونه ټول کېنول سوي دي نو دا بهرهبرداري ته آماده دي دا خلاص دي تقریبا خلاص دا تقریبا خلاص دی و یو پاکاری ته ضرورت لري چې دغه پاکاری هم کېږي دغه ګرد دلته کوي نه کارګر اخته دي پاکاری کوي همداسې پورته راځي سلامت اوسې انجینیر صاحب نو د دوکانونو په اړه هم خو وویله د بلاک په اړه هم او د منزل په اړه هم چې څومره درې منزله دی او 400 دوکانونه دي اوس به لاړ شو جومات په لور بله اوس به لاړ شو طرف د جومات خواته به لاړ شو هغه هم تاسو وینئ نږدې نه انشاءالله سلامت اوسې انجینیر صاحب دا هم جماعت ده چې کار پی روان ده بله او دا جماعت ده چې دا اوس کار پی روان ده ما مخکې تاسو ته یادوري وکړه چې د دې یو 10% کار پاتې ده نو په 20 ورځو 25 ورځو کې تکمیلیږي انشاءالله له جماعت سره دا د تشنابونه دي او د سو جایونه او دا جماعت ده نو کار انشاءالله چې تکمیل سو نو انده کار پاتې ده نور کته هغه سرامیکو هغه نور کار چې باقي مانده پاتې ده ټول په 25 ورځو کې تکمیلیږي سلامت و سه دیره مننه کور ودن خب انجینیر صاحب به نظر شما این مارکت و بودجه مارکت چقدر مؤثر است بر رشد اقتصاد می کشور ما اگر هر تجار ما بخواهد که سرمایه گذاری کنه پیسې خود از خارج بیان در داخل افغانستان برای مردم هم کار زمینه کار مساعد میشه برای کلگی حال فعلا نمی به بودجه شخصی مردم جور شده و ملکیت شارولی می باشه دیگه 2.5 تا 3 میلیون دلار دی مصرف شده دیگه که مر تجار ما سرمایه گذاری کنه در وطن خود ما برای کل مردم خوب میشه ساخت و ساز ما پیشرفت میکنه ساخت و ساز ما خوب میشه برای کل ملت خوب است سلامت باشید دقیقا زنده باشین و ما به تصویر کشانیدیم آمدیم که هموطن عزیز ببینن چی در داخل کشور چی خارج از کشور که بازسازی صورت گرفته در هر نقاط افغانستان شهر کابل که ببینین واقعا بازسازی صورت گرفته و صورت میگیره سلامت باشید شما همچنان که سهم دارین انجینیر صاحب پلان های آینده تان چی است؟ پلان آینده ما خود که هر جایی از طرف دولت طرح ریزی شوه یا از طرف شرکت ها طرح ریزی شوه
دغه از انجینر خو نیمه کارش است که پروژه شروع شوه، پروژه خلاص شوه، به بهره برداری سپرده شوه، کار انجینر نیمه است. و بخیر ما د شاهد ازی باشیم که در کل ولایت های ما الحمدلله کار جریان داره و دولت ما رم بزرگای ما رم الله پاک توفیق بده که نیمه تو پروژه را در جای طرح ریزی کنن و برای مردم بده که مردم مصروف کار باشه. حال فعلا الحمدلله ما جنگ نداریم، دیگه شاید ازی باشیم که در هر ولایت ما یک افتتاح نو داشته باشیم و پروژه نو افتتاح کنیم. سلامت باشین. مشکلی که همه گی شکایت و شکایگله دارن از این که از نبود کار نیست. الحمدلله فعلا کار خوب است، دیگه ما که تو میبینیم روز به روز بهتر شده میره، کارم پیدا میشه. جنگ که نباشه، یک جایی که جنگ نباشه در وطن ساخت و ساز باشه، رو به پیشرفت میباشه. اگر جنگ باشه طبعا باز ساخت و ساز و بعضی کارهایی که به نفع افغانستان یا به نفع هر دولتی که باشه کار میکنه، جنگ باشه بونجا باز نتیجه نداره. اگر آرامی باشه، کل ملت ما مصروف کار باشه، درس و تعلیم باشه، انشاءالله که وطن ما در رو به ترقی میباشه، پیشرفت میباشه. سلامت، تشکر، زنده باشین. و همه بازسازی هایی که صورت میگیرن بخصوص به انجینرها موثر است، به کارمندا موثر است، کسایی که کارگر هستن، مزدورکار هستن و یا انجینیر هستن، بازسازی که صورت میگیرن مصروف میشن و انشاءالله که دگان بازسازی صورت بگیره، کشور ما رو به ترقی باشن، رو به پیشرفت باشن، ما بتانیم آرام دل جمع گوش آرام زندگی بکنیم، زندگی خوش آرام در کنار هموطنان خود، در وطن خود، در کنار خانواده خود داشته باشیم، مسافر نشیم، در دیار غربت مزدوری مردم نکنیم، همیجا مصروف باشیم. امی آرزوی هر هموطن عزیز است. انشاءالله که به امی آرزو هدف خود تمام هموطن عزیز برسن. سلامت باشین. تشکر انجینیر صاحب که پورا معلومات دادین به ما. از حوصله مندیتان جهان سپاس. چی گفتنی، چی پیام دارید؟ پیام ما برای هم برای ملت هم برای دولت همی است که دولت در سی خود کار کنه، انشاءالله بعض کم کمبوتی هایی که ما داریم انشاءالله یام برآورده شوه و ملت ما که از یه ذره حوصله و توانمندی داشته باشن، انشاءالله روز به روز بهتر شده میره. دیگه درس و تعلیم خود ادامه بدن، درس بخونن، کار کنن و زحمت بکشن. سلامت باشین، بدون شک، زنده باشین. تشکر، همیشه کامیاب باشین. تشکر، زنده باشین. سلامت باشین. خوب بیننده های عزیز، هی بود گزارش امروز ما فرشته عظیمی از ساحه مندوی، از یک مارکت بسیار بزرگ که به سطح اروپا ساخته میشه و اعمار میشه برتان معلومات دادم و گزارش داشتم. انشالله که در افتتاحش همچنان بیایم یک گزارش تهیه بکنم. فعلا بازسازی جریان داره، همتان عزیز مصروف کار هستن، 95% تکمیل شده. انشالله که همی چند فیصد دیگه هم که مانده بخیر تمام شده، بخیر و بخوبی و بخوشی که باز هم بیایم از افتتاحش یک برنامه داشته باشیم. انشالله که وطن زیبای ما رو به بازسازی و زیبایی و قشنگی باشه، رو به آبادی باشه، رو به بهبودی باشه. که یک گزارش بتانم تهیه بکنم که شما از دیدنش خوش شوین، خبر خوش باشه و تمام هموطن عزیز ما، چی داخل کشور هستن و چی خارج. پس انشالله که از دیدن برنامه لذت برده باشین. تا گزارش و بعد و دیدار بعد شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز میسپارم. باز هم یادآوری میکنم به خاطر حمایت برنامه شما میتونید کانال یوتیوب تلویزیون جهانی آریانا را سابسکرایب بکنید، لایک بکنید، کامنت های زیبایتان را بگذارید و نظریات مثبتتان را با ما شریک بسازید. همیشه شاد و موفق باشین. الله نگهدارتان.